اگر این سوال نزد عده کثیری از مسلمانان مطرح شود، پاسخی غلطی ارائه خواهند کرد که خلاف آموزه های قرآنی و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم است و آنان خواهند گفت که الله متعال واقعا هر جا وجود دارد و منظورشان این است که الله متعال واقعا ذاتا همه جا هست و شرحی برای پاسخشان ندارند. الله همینجا ذاتا با ما است و چنین و چنان، و این پاسخ اشتباه است. در قرآن عظیم الشان 7 آیه موجود است، 7 آیاتی که به ما بیان می‌کنند که الله متعال کجاست. همه یکسان بیان می‌کنند که الله متعال بالای عرش قرار دارد. او تعالی در قرآن می‌فرماید: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله متعال پروردگار شما کسی است که آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در بین آنهاست را خلق نمود و سپس بر عرش خود قرار گرفت. طریقه دیگری که به واسطه آن می‌دانیم الله متعال بالای عرش است، استفاده لفظ عربی الفوقیه می‌باشد. آیات و احادیث بیشماری بیانگر آنند که الله متعال در فوق است. آیات: او تعالی در مورد خود می‌فرماید: الله قاهر است، شما بنده قاهر هستید، من بنده قاهر هستم. یکی از نامهایش القاهر است، کسی که مقتدر است، کسی که غالب است. او تعالی می‌فرماید که قاهر است و در فوق مخلوقات خیش است و در فوق بندگان خیش است. علاوه بر آن، آیات و احادیث متعددی هستند. آیات قرآنی که از کلمه سعود استفاده نموده، بالا رفتن بعضی چیزها به سوی الله، اعمالمان، کردارمان، دعایمان، ملائک، جبرئیل، همه به سوی الله صعود میکنند. تمام آیاتی که از کلمات انزال، تنزیل و نزول یادآوری میکنند، تمام آن آیاتی که حکایت از پایین آمدن بعضی چیزها میکنند، نکات و اشاراتی هستند بر اینکه الله متعال در بالا است. عیسی علیه السلام پایین خواهد آمد. الله متعال در قرآن میفرماید: ما این کتاب قرآن را در شب قدر نازل کردیم، فرو فرستادیم. اگرچه الله متعال در بالای 7 آسمان بر عرش خیش چنان که شایسته اوست قرار دارد، اما با این حال با ما است. او تعالی در قرآن می‌فرماید: و هو معکم اینما کنتم. او تعالی با شماست هر آنجا که باشید. اگر در آسمان در حال پرواز باشید یا در عمق بحر در سفر باشید، باز هم با شماست. اگر خواب باشید یا بیدار، او با شماست. اگر داخل صخره ای هم باشید، او با شماست. والله مع الصابرین، ان الله مع المتقین، ان الله مع الذين اتقوا. الله با صابرین است، الله با پرهیزکاران است، الله با هر کس است. اما او چگونه با مردم است؟ او تعالی به صفت بینایی اش با مردم است، از جایی که قرار دارد ناظر و بیننده همه چیز است. او تعالی با صفت شنوایی اش با مردم است. او تعالی با علم مطلقی که دارد با مردم است و همه را در کنترل دارد. اگر از من بپرسید، چیزی را میگوییم که شما نیز باید بگویید. من در رای هستم که اهل حدیث هستند، رای که به واسطه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شد. او صلی الله علیه و سلم از دختر کوچکی پرسید: الله کجاست؟ دختر کوچک گفت: بالای آسمان ها. او از فلسفه چیزی نمیدانست، بینش فلسفی نداشت. دوباره پرسید: من کی هستم؟ دخترک گفت: شما رسول الله هستید. او صلی الله علیه و سلم به آن مرد فرمود: آزادش کنید، او یک مؤمنه است. کسی که این را بداند و بفهمد، این جزء عقیده کسی است که ایمان سالم دارد. نکته دیگر، وقتی در سجده هستید و میگویی سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سرتان را به زمین گذاشتید و میگویید ستایش از آن پروردگار بلند مرتبه است. این ثبوت و دلایل است که بنی آدم خود را عاجز ساخته و سرش را به زمین گذاشته تا بندگی خیش را نسبت به پروردگارش ثابت سازد. ما بندگان الله هستیم که بر فراز 7 آسمان بر بالای عرش قرار دارد.